ناداری و بیکاری از چالش های عمده در افغانستان گفته می شود. اما باورها هم بر این هستند که کارکرد حکومت افغانستان در این بخش چشمگیر نبوده است بانک جهانی در گزارش زیر نام برس شدن توسعه افغانستان وضعیت ناداری در کشور بالاتر از 50 درصد گفته است و همچنان بر بنیاد این گزارش از سال 2013 تا سال 2017 میلادی 140 هزار شغل در کشور از دست رفتن ما تنها نتانستیم که جای کار بر مردم ایجاد بکنیم بلکه مردم کار خلانا نیز از دست دادن برای بس بیشتر در این مورد سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد اینجا با ما هستند سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش به برنامه آقای بحمد. انچنان آنچنان که شما اطلاع دارین از گزارش شش ماهه بانک جهانی که بر بنیاد از این گزارش وضعیت بیکاری در افغانستان خیلی نگران کننده گفته شده آنچنان که آمار اینا ارائه کردن که ما در سالهای گذشته 140 هزار شغل هموطنان ما و وظیفه خودان شغل خودان از دست دادن چرا این وضعیت به میان آمده؟ اجازه بدین که سلام داشته باشم خدمت شما و بیننده های عزیز شما گزارشی که بانک جهانی را کرده بود موضوعی بود که وزارت اقتصاد و در کل در پیرامون وضعیت اقتصادی هم پیش بینی ها را داشت چون در سالی که ما قرار داریم هم انتخابات پارلمانی را داریم در خزان امسال و در سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را داریم و در تمام دنیا شما این می بینید که وقتی موضوعات انتخاباتی مطرح میشه یک کمکی هم بازار بسیار یک کمک متزلزل میشه تا اینکه ببینین که, که وضعیت چگونه میشه در تمام کشورهای وضعیت هست در شما تا ترکیه میبینین تا کشورهای آسیا میانه میبینین فراتر از اون هم برین ببینین این وضعیت وجود داره کشورهای جنوبی آسیا رو میبینین همیش این وضعیت وجود داره تا ایالات متحده آمریکا بنان ما پیش بینی داشتیم و در کنارش هم موضوع متاسفانه چیزی که مشکل غیر مترقبه شما موضوع خشکسالی بود که خشکسالی افغانستان امسال در حقیقت فشار وارد کرد بالای وضعیت اقتصادی و اکثرا شما میدانین که رشد اقتصادی افغانستان در کنار بحث خدمات و صنعت یک بحث کلانی ازی موضوع زراعت هست زراعت در جاهایی که نقاط دوردستی افغانستان هستند کمتر توسعه یافته هستند و جو عنوان یک سکتوری اساسی هست برای معیشتشان برای زندگیشان بنان در 6 سالی اولین سکتوری که آسیب میبینه سکتور زراعت افغانستان هست به بو خاطر بوده که این پیش بینی که بوده تقریبا هی را هم ما داشتیم و مشترکا هم ما با دو بانک جانی در موارد کار کردیم تا اینکه این که ای بد بد موضوع مطرح شده و ما امیدوار هستیم که بتوانیم در سالهای بعدی این وضعیت تغییر بکنه و موضوع بیکاری را گفتن و ناداری را گفتن یک گپ گف جدیدی نیست تقریبا سه چهار ماه قبل هم ارائه شده بود تا در اما سروی وضعیت زندگی مردم که سایه مرکزی بانک جانی وزارت اقتصاد کار کرده بودند در او هم ارائه شده بود که ناداری یا فقر با 54.5 درصد متاسفانه بلند رفته و موضوعش هم هم در گزارش بانک جانی اذهان شده بود و در همو گزارش هم اذهان شده بود که ما بعد از سال 2014 یک اقتصادی داشتیم که به شدت فشار دیده بود و بعد از اون مدت بود که آیستا است وضعیت اقتصادی رو به بهبود بود و از یک رشدی که بسیار در سطح کمتر از یک درصد بود آیستا آیستا به رشدی آمد که بالای دونیم درصد هست بنان ای عوامل همه دست به دست هم داده بود و باعث شده بود که وقتی که ما موضوع بیکار فقر مطرح میکنیم واضیا فقیر کسی هست که اکثرا شغل ندارن یا شغلی دارن که درآمدشان به سرحدی نیست که بتونن اون هایشان را برآورد بکنن بنان این فشار متاسفانه آمد در انتخ... بعد از سال 2014 که اورم یک دلیل انتخابات بود و دلایل دیگه بیرون شدن بیشتر از 100 هزار نیروی خارجی بود. با تقریبا برنامه‌هایتون اگر های داشته باشین طبیعی است که ما خب این آمار روی دست خود داریم چون که شما اشاره میکنید در سروی شما چون چیز باستاب یافته بود برنامه چی صد اقل حالا خب مردم انصار دارن به اینکه خب آمار دادن و مردم کار را به جای نمی نه حداقل از حکومت انتظارشان همی است که برنامه به خاطر بهبود زندگیشان و به خاطر ایجاد کار عملی شوه باید خب امی امیر گفتم که فشاری که آمد فشاری بسیار سنگین بود ما اقتصاد کوچک شما بعد در کوتاه مدت نمی جبران بکنه اما بود که آیستای سر رشد اقتصادی امروز می گزارش هم ازان میکنه که در سه سال رشد اقتصادی رو با بود بوده در سه سال که گذشته و در امسال هم رشد اقتصادی مثبت است اما نظر به سال گذشته یک فیصدی پایین است و در تمام دنیا تو نیست که هر سال رشد اقتصادی رو به بالا باشه گاهی یک کمک پایین میاد شما میال ایران ببینید دو سالی که گذشت تقریبا 12 درصد رشد داشت حال 4 درصد شده یعنی فکر کنین که سه چند بود تفاوت بنان در مثلا پاکستان هم میبینین 0.8 درصد تفاوت میکنه در ترکیه هم میبینین در ازبکستان هم میبینین بنان یک چیز پدیده ای هست که اما مهمترین نقطه است که رشد ما مثبت هست اما یک کمکی کند هست. خدای ناکرده منفی نیست بنان این خودش نشان میده که وضعیت رو به بهبود است اما واضحا طرحی را هم که وزارت اقتصاد... وضعیت رو به بهبود است اما وضعیت ناداری در افغانستان نگران کننده است وضعیت بیکاری نگران کننده است پس شما ما میتونیم بگیم و... که وضعیت ما به خیلی خوب است ما او گزارش را که گفتیم م... مشخصا گفتیم که سه ماه قبل ما هم در وزارت اقتصاد و در کنفرانس مشخصی بود که ایسای مرکزی و وزارت اقتصادی موضوع را مطرح کرده بودند و وزیر اقتصاد هم در اون کنفرانس با تفصیل در این مورد صحبت کرده بود که وضعیت ناداری با فشاری که آمده بود وجود داشت و مشخصا وزارت اقتصاد دیدگاهش همیست و حرکت به مو طرف است که ما به طرف به طرف تولیدی شدن چون راه حل افغانستان می هست که در طول مدت ما اگه به طرف تولیدی شدن نریم با رشدی که اکنون داریم ما حتی نمیتونیم تغییر در ناداری بریم به خاطر میخوام یک نقطه هم بگم شما وقتی می که دو اشاریه مثلا 7 درصد یا دو اشاریه 9 درصد رشد اقتصادی اگر داشته باشید شما نمیتونید قابل ملاحظه ارقامی که در فقر سوره قابل ملاحظه کاهش بدین مجبور هستین که رشد اقتصادی شما به با بالای 8 درصد برسد چیزی که وزارت اقتصاد عمیل پیش بینی کردن و کارش هم بالایش خوشبختانه ایجامه داره طرح افغانستان معلد است که در اون ما اگر ده قلم وارداتی را یک کمی که کار بالایش بکنیم و این تغییر بیاید ما میتونیم که 6 نیم درصد رشد اقتصادی داشته باشیم بین 2 تا 3 میلیارد تعویض واردات صورت میگیره این خودش تقریبا 6 درصد کمک 6 نیم درصد کمک میکنه به رشد اقتصادی که رشد اقتصادی ما به 6 نیم میرسه و یک قسمت دیگه هم که اگر بتونه معادل ما هم به اون سرحد برسه که 1 نیم کمک بکنه ما همین رشد اقتصادی بالای 8 درصد بهش بشیم و طرحی که دولت وزارت اقتصاد مشترکا کار میکنه است که ما باید بریم به طرف یک رشد اقتصادی پایدار که از تاثیرات جغرافیایی و اقلیمی وضعیت اقتصادی را بیرون بکنیم که حال زراعت ما متاسفانه بیشتر وابسته به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی است هر سالی شما میبینید که امید 15 سال افغانستان رو ببینید سالی که رشد اقتصادی خوب بوده و این مفهوم بوده که سکتور زراعتش خوب بوده بنابراین ما استایست استا بریم به طرف یزی که اگری بزنس یا مو زراعتی خود هم احیا بکنیم که این بتونه ممید و فعالیت در امو مفید برای سکتور زراعت باشه سازی همین برنامه های شما همچنان برنامه های شما که ارائه گفتین در مورد افغانستان معلق چه زمان عملی میشه و چقدر مدت در بر میگیره حداقل ما بتونیم که در این بخش کارهای مهم و ارزنده را کارهای در این از قسمت های بسیار خوب پیش رفتد و نشست های مشترک صورت گرفته در بعضی کارها حتی قبل از مو که طرح هم بنیهایی برسه کار آغاز شده مثلا موضوع پسته بود ما موضوع مثلا بازارها برای صادرات بود بهبودی صادرات بود بعضی کارها در این قسمت صورت گرفته و امروز میتونم حد یقل بگم که در یک روبی سال 1397 شما در روبی اولش نظر بر روبی 1396 شما صادرات شما 33 درصد رشد کرده این ارقام است که سایه مرکزی همین کرده و وزارت صنعت و تجارت افغانستان بنا خودی از این نشان میده که حرکت هست اما واضحه هن که با این رشد اقتصادی ما نمیتونیم او فقر و ناداری 54 درصدی را کاهش بدیم تا رشد اقتصادی ما بالای 8 درصد بشه در و در طریق وزارت اقتصاد امی است ما بحث مندری تا از طریق تولید تنها بس تولید نیست از طریق بحث تولیدمان کاهش در میزان فقر است چون بدون تولید شما فقر در افغانستان کاهش آورده تشکر سپاس دلوقتي. از اینکه با برنامه حضور یافتید